گردنه حیران در دل جنگل‌های هیرکانی و غرب گیلان قرار دارد. این روزها شاهد اجرای طرح تعریض جاده اردبیل آستارا به طول 35 کیلومتر هستیم و پیمانکاران در گردنه حیران بی‌محابا در حال تاخت و تازند. کوه را به صورت غیر اصولی برش می‌دهند و محیط زیست حیران را به مخاطره انداختند. در این طرح بناست در چند نقطه دماغه کوه به منظور تعریض و حذف پیچ‌ها برش داده شده و یک باند به جاده افزوده شود. بر اساس بند ب ماده 12 قانون بهره‌وری و کشاورزی، برآورد تقریبی خسارت 1 کیلومتر جاده سازی در منطقه جنگلی با احتساب خسارت فرسایش خاک 539 میلیارد تومان برآورد می‌شود. با توجه به مسیر 15 کیلومتری این طرح در داخل جنگل‌های هیرکانی، خسارت این جاده سازی بیش از 8000 میلیارد تومان خواهد بود. مسئولان علت اجرای این طرح را کاهش تصادفات جاده‌ای عنوان کرده و معتقدند تعریض آن می‌تواند به کاهش مخاطرات کمک کند، اما در آن سو کنشگران محیط زیستی این طرح را یک نوع کوه‌خواری دولتی می‌دانند. پیشتر نیز در سال 94 با هجوم دلالان ویلاساز پای پرونده گردنه حیران به قوه قضاییه و کمیسیون اصل 90 مجلس باز شد. در آن زمان ابراهیم رئیسی معاونت وقت قوه قضاییه از پیگیری ویژه این پرونده در منطقه خبر داد. با اینکه حکم تخریب بسیاری از ویلاها صادر شده، اما خبری از اجرای شدن این احکام منتشر نشده است. در حال حاضر هم تعریض جاده گردنه حیران را در آستانه نابودی قرار داده است. بر اساس آمار مدیر کل دفتر زیستگاه ها و امور مناطق سازمان محیط زیست، در هر ثانیه 350 متر مربع جنگل و مرتع در کشور نابود می شود و در صورت تکمیل این پروژه جاده سازی روند نابودی جنگل ها تشدید خواهد شد.